دیگه بقیه‌اش در میاد. هر روز هر روز هر روز شما زمین. هر روز جمع هر روز همین است. آها یه دونه یه دونه خارجی بنجی من خودم 30% کاهش تو داشتم. یعنی الان شما از هر مثلا 100 کیلو گل مثلا اصلا 90 کیلو یک کیلو خشک 105 زعفرانی رو در واقع اولا که بحث قدمتش، دوم این که بحث اسانسش، بهترین در واقع اسانس و رنگ زعفران تو دنیا من فکر میکنم مربوط به زعفران ایران باشه، اونم مناطق جنوب خراسان. الان در افغانستان و چین هم کاشته میشه، حالا هم به صورت کشت در واقع فضای آزاد و هم به صورت گلخانه توی چین. خب قطعا اون من فکر میکنم اسانس در واقع و رنگ و طعم و بوی زعفران ایران رو نداشته باشه. شما برای ما حساب کن که فروش زعفران شما داری به خودی میفروشی. به خیلی سلامشون برسید. اونجا هم زعفران زیاد داشتیم که دیگه حالا به هر حال شکستی ما پیدا شد و خرید و بعدم نگاه بیا گل خریم نگاه بو الان همین زعفرون است که همه مردم دارن نون میخورن، از کارگر، از کشاورز، از پاگر، تاجر، مغازه‌دار، همه دارن نون میخورن ازش. به نظر میرسه که به یه شرایط تعیین کننده زعفران ایران رسیده، چون تولید اون در حدود 350 الی 400 تن زعفران خشک در سال هستش و حدود 96% تولید جهانی رو تشکیل میده. میزان تولید همه ساله تعیین کننده قیمت جهانی زعفران هست و بیشترین مصرف رو در داخل خود ایران ما داریم. بخش عمده از اون هم صادر میشه به کشورهای مختلف. قاعدتا تاثیر اقتصادیش در ایران بسیار مهم هست در این منطقه که با کم آبی روبرو هست. ممکنه در جاهایی باعث کندی تجارت زعفران شده باشه تحریم، ولی چون تقریبا تمام زعفران دنیا از ایران تولید میشه، خریدارای خارجی ناچار هستن که زعفران رو در هر شرایط تحریم یا غیره از ایران خریداری کنیم و به این صورت بوده که به عنوان مثال در سالهایی که امریکا رابطه تجاری با ایران نداشته، زعفران ایران از طریق اسپانیا به اونجا رفته، یا به خاطر شرایط تجاری و توافقاتی که وجود داره الان هم بخشی از زعفران ایران از طریق دبی یا امارات متحده عربی و افغانستان به بازارهای نهایی راه پیدا میکنه.
محیطش تقریبا به 96% 95% تولید زعفران دنیا در اختیار انحصار ایران هست و خب این میشه که کسی نمیتونه اونچنان رقابت کنه. کشورهای همسایه ما مثل افغانستان شروع کردن در چند سال گذشته، پیشرفت خوبی داشتن. کشور چین خیلی داره رو کاشت گلخانه‌ای زعفران کار میکنه و داره تلاش میکنه که تولیدش رو افزایش بده، برنامه‌های خوبی داره. شاید بگیم در کوتاه مدت زنگ خطری نیستن، قابل رقابت از نظر تولید با ما نیستن، اما از نظر بازرگانی مسلماً خیلی از کشورها مثل کاری که اسپانیا کرده شاید بتونن بهتر در دنیا محصولشون رو ارائه بدن، راحت‌تر ارائه بدن. و اینکه در نظر تولید هم شاید امروز ما این خیال راحتی و این آرامش رو داریم، شاید اگر همینطوری بشینیم و صبر کنیم 10 سال بعد رقیب‌هامون خیلی جدی‌تر باشن. مثل خیلی از محصولات ما، مثل پسته ما 10 سال گذشته 15 سال گذشته بی رقیب بود، امروز دیگه ما نفر اول در دنیا نیستیم. پسته ما پسته چهارم دنیا از نظر بازرگانی محسوب میشه و امکان داره این اتفاق برای زعفران هم خیلی سریع بیفته. شاید یه چیزی حدود از این 300 تن 200 تن شما داخل کشور مصرف میکنیم. کل صادرات زعفران آمار رسمی که داره حدود 80 الی 100 تن هست، بیشتر نیست. کار سخت‌تر شده کار کردن با خیلی از کشورهایی که میتونن مصرف کننده این ما باشن، اما اونطور نیست که نشه کار کرد، شدنی. ۲۸۰ تن زعفران به صورت رسمی از ایران صادر شده، عمدتاً از خراسان رضوی، از گمرک مشهد. بخشی از اون به صورت ترانزیت به بازار، بخش اصلی اون به بازارهای مثل امارات متحده عربی، دبی، حدود 19700 خوده کیلو، اون شاید چند گرمش رو اشتباه کنم، 734 کیلو به افغانستان رفته، بخشی به اسپانیا رفته. از این 280 تن متاسفانه 90% به صورت ماده خام از ایران خارج میشه و در کشورهای دیگه گاهی اوقات ریبرند میشه، اسم اون کشورها روش قرار میگیره و تحریم ها باعث شده که مصرف کننده ها زعفران ایران رو به نام های دیگه دریافت کنن. کانت که تو ترکیه هست، تو مالزیه، آمریکا و فرانسه و ایتالیا، من فکر میکنم که تحریم کنندگان باید به این فکر باشن که بخشای خیریه، بخشای اقتصادی که با تجارت منصفانه، با فیر ترید سعی میکنن تولید کننده واقعی و محروم و حمایت بکنن رو حذف بکنن. ما گام به گام باید به سمتی بریم که واقعا اون بخشایی که آسیب پذیر هستن و به ناحق آسیب میبینن رو حذف بکنیم. بیشتر مثلا صادرات ما تریده. بریم.